دوست عزیزم دکتر رابرت مامان. سلام دکتر جان. درود بر شما جناب آقای اخوان. من از شما خواهش کردم که یک هفته زودتر از قرارمون در این جلسه باشیم، به علت اینی که اتفاقاتی که اخیراً افتاده، این اتفاقات خون و خونریزی ها یک ریشه هایی داره که هر چه زودتر راجعش صحبت بشه بهتره، و من تنها کسی که میشناسم که میتونم درد دلم رو پیشش بکنم شما هستی. ولی قبل از اینی که به این مسائل خون و خونریزی ها برسیم، من تعداد زیادی سوال هفته گذشته گفته بودیم که اگر از دکتر بامبان کسی سوالی داره سوال رو مطرح بکنه و ایمیل بکنن، اونها رو من مطرح میکنم. سوال های زیادی هستش، اگرچه بعضی از سوال ها نظره، من اونایی که نظرشون دادن، نظر گفتن و به نظر خودشون بوده نمیخونم، ولی اون چی که هستش، یک آقایی که به زبان انگلیسی هم نوشتند لذت بردن از برنامه و گفتگویی که با شما داشتیم و شما رو بسیار بسیار شخص فرهیخته ای گفتن، و یه سوال داشتن از خودتون که آیا شما کتونی هستید یا ارمنی؟ ارمنی هست ولی در حقیقت ایرانی هستید. بله، ایرانی ارمن تبارم. ارمنی تبارم. بله. خب بعد سوال کردن که راجع به آقای ستوان بلنکوف و میگ 27 داستانش چی بوده؟ خدمتتون عرض کنم میگ 25 باید باشه رسید. نوشته گفته 27، من فکر کنم 25. این میدونین در دوران جنگ سرد روسا یه مشکلی داشتن و این بود وقتی وسایل نظامی رو به کشورهای به اصطلاح ماهواره‌ای خودشون میفروختن و کشورهایی که با اینا یک سو بودن، کشور عربی بودن بیشتر، این میترسیدن به اینا هفت ما بفروشن. برای اینکه اگه ما تاریخ این 40 سال جنگ سر نگاه کنیم، میبینیم تمام این کشورها حداقل دو سه سال یکی خلبانشون یک هفت ما رو ور میداشتن فرار میکردن. در این مورد به خصوص خلبان روس خودش و هواپیمایی رو میدزده میاره به ژاپن. در 1976 بوده، می 15 می 1976 این هواپیما رو میدزده میاره اونجا. خب ژاپنیان بلافاصله هواپیما رو تحویل به اصطلاح نیروهای آمریکایی میدن، اونها این هواپیما رو باز میکنن، آنچه که میخواستن بررسی میکنن. فاکس بات بوده، عقاب چیز روباه خفاش رو به این نام داشتیم. بعد خود خلبان هم یه امتیازی نسبت به خلبان دیگه داشت که با خودش یه دفترچه آورده بود که جزئیات به اصطلاح طرز تهیه اون سیستم‌های رادار اینا که باید خیلی پیشرفته باشه نشون داد، و امریکایی‌ها فهمیدن که روسا چقدر از نظر تکنولوژیکی از زمان دور هستن. یعنی حداقل 15 سال هواپیمای روسیه در اون زمان از دنیای مدرن، از تکنولوژی مدرن عقب بود. البته این نقطه امتیازی بود. یک چیز دیگه هم فهمیدن که از اونم بهره برداری کردن، در بعضی از قسمت‌های هواپیما این از آلومینیوم استفاده کرده بودن که امریکایی‌ها اونو از اون استفاده نمی‌کردن، که از اونم بهره برداری کردن. خود هواپیما رو سه قسمت کردن آوردن امریکا. خود خلبان هم بعد اومد اینجا، الان هم در قید حیات و در امریکا زندگی میکنه. میدونی 7500 نفر در امریکا با مهاجر داریم که پناهنده به این صورت هستن، از شوروی، نه از تمام دنیا، که به دلایل اومدن اینجا مطابق یه شخصیت به دیگه بهشون میدن، چون زندگیشون در خطره. با یک نام دیگه در یه جای زندگی میکنن، وضعش هم خوبه. اتفاقا اینه که فرمودین، ما چند مورد هم داشتیم که به ایران اومدن خلبان. یکی در 1961 بود که در آبادان خلبان نشست و اونم هواپیماشو تحویل دادن به امریکا. یه موردشو که ما کار خوبی نکردیم، یه خلبان روسی هواپیما فرار کرد اومد به ایران، ما هم خلبان و هم هواپیما رو تحویل روسا دادیم. سرنگ یه سرهنگی بود، بلافاصله اونور اعدامش کردن. شخصیت دیگری نامه نوشتن از طریق نوشتن سوالی برای من مطرح شد: آیا آمریکا در سرنگونی شاه و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی دست داشته و تا چه حد؟ ببینید، بحث و حدیث در این باره زیاده، ولی اگر از من میپرسید هیچ دستی نداشته. تمام انقلاب تا به امروز به ضرر امریکا تموم شد. دفعه پیشم خدمتتون عرض کردم فعالیتی که سیاه در اون موقع در اونجا میکرد محدود به کارهای خودش بود، و مدت‌ها بود که شاه فقید خواسته بود که CIA و MI5 و MI6 در ایران فعالیت نداشته باشن. MI5 به خاطر اینکه در
قسمت گذرنامه های ایران کار میکنه، در سفارت ها کار میکنه، سفارت های انگلیس در قسمت گذرنامه ها کار میکنه، مامور داشت. یک مامور MI6 بود که اتفاقی در اون موقع در ایران بود، اونم اهل به اصطلاح مسئول میز یمن بود که اومده بود ایران، ولی اگر حقیقت رو بدونید هیچ کاری نمی کردن، برای اینکه اونقدر از اینا خواسته بودن که از ایران برن و فعالیت نداشته باشن. خود پادشاه خواسته بود که MI6 و به اصطلاح CIA در ایران فعالیت نمی کرد به اون صورت. شما ببینید موریس اولدفیلد که یه مدتی هم رئیس MI5 بود، همون MI6، در خاطراتش می نویسه بارها خواستم شما رو راضی کنم که اگر ما نباشیم رژیمتون سقوط میکنه، و ایشون اصرار میکردن که نه، ما دستگاه امنیتی ما بر همه چی مسلطه. و می به خاطر آشنایی که داشتیم درخواست کردیم و مامورامون رو از اونجا درآوردیم. اینه که امریکا در این کار دست نداشته. هر شکستی بر اثر ضعف بهانه میتونیم بیاریم، تقصیر این بوده، تقصیر اون بوده، اینا میشه گفت، ولی هر شکستی از ضعف پیش میاد و ما هم در ضعف بودیم و شکست خوردیم، هیچ چیز دیگه نیست، بقیه بهانه است. مرسی. سوال دیگرشون اینه که آیا قبول اخراجیان عرب زبان، معاودین عراقی که ظاهرا اجداد ایرانی داشتن، توسط شاه ایران زیربنای انقلاب اسلامی را فراهم نمود؟ خیر. ببینید، اگه به تاریخ ایران نگاه کنیم، بعد از هخامنشیان، وقتی که سلوکیان میان اصلا ایرانی نیستن، مقدونی و یونانی هستن. بعد از اون خب بعد اشکانی ها میان که آپارچی و آپارنی و به اصطلاح یک رگی از ترکیکا دارن، در شمال خراسان اومدن. بله. اصلا زبونشون هم اصلا زبان نوشتاریشون در چند قرن اول یونانی بود، هلنوفیل بود میگفتن، اینا عاشقان یونان بودن. بعد ساسانیان اومدن که اصلا خوندن نوشتن ممنوع بود در اون زمان به جز کارهای مذهبی. بعد از اون هر طایفه ای که در ایران حکومت کرده ترکیک بوده، یعنی ترک زبان و ترک نژاد بوده. بله. ولی خب همه ایرانی بودن. ما نمیتونیم بگیم در 1400 سال گذشته خانواده ها مثلا ترک ها بر ایران حکومت کردن. تبار ترک بودن اینا، و این تأثیری نداره. الان هم به این صورت بخوایم انگشت اتهام بذاریم که اینا همشون عربن، چنین نیست. ایرانی ها به طور کلی با عرب روابط خوبی ندارن، اعراب هم با ما رابطه خوبی نداره. حالا اگر عمامه ای هست و به اصطلاح لباسی هست که در مصدر قدرت نشستن، اینا عرب خواه نیستن. ممکنه یه گرایش های کرنش های نسبت به مذهب اسلام دارن که دارن، ولی اینی که بخوایم بگیم ایرانی ها اینی که در اونجا حکومت میکنن عربن، این از نظر احساسی فقط و منطقی نیست. مرسی. سوال دیگر، آیا به نظر شما رژیم ملایان مدت‌های دیگر پابرجا خواهد بود و یا رو به سقوط است؟ خدمت عرض کنم، من که هیچی فکر نکنم کسی بدونه. ببینید، هر رژیمی فرمودم خدمتتون چند دقیقه پیش عرض کردم، از ضعفی که حالا این ضعف اداری، مالی، سیاسی، نظامی، اینا باعث میشه یه رژیم سقوط کنه. رژیم پیشین ما، رژیم شاهنشاهی ایران، وقتی میگفتیم ما پنجمین ارتش بزرگ جهانه، الان بعضی وقت میبینم شکایت میکنن که آقا 400 نفر از فلسطین فرستاده بودن و اون کماندوهای فلسطینی نمیدونن چیکار کردن. ارتش پنجم جهان چطوری ممکنه در برابر 400-500 تا فلسطینی ضعف نشون بده؟ پس اون ضعف ما بوده، اون تعداد فلسطینی ها نبوده. ولی هر چی که فاسد باشه از بین میره، هر چی که هر حکومتی که از بین میره از روی ضعف. مرسی. سوالی دیگر، اعدام سعادتی و جاسوسی او. خدمتتون عرض کنم، اینم مسئله مهمی نیست. این رضا سعادتی یکی از رهبران مجاهدین بود، یعنی در اون شاید اگه 10 نفر بودن یکی از اولینا بود. یک بار محکوم شد در زمان پیش، بعدش هم اینا به عنوان جاسوس روس، به این دلیل که گویا روس‌ها از این خواسته بودن که پرونده احمد مغربی رو در بیار، ببینن چرا احمد مغربی دستگیر شده یا نه. این بهانه است. روسا اگه بخون بدونن چرا احمد مغربی مرده، احتیاج ندارن دنبال پرونده ای بگردن، اونقدر راه چاره دارن. اگه من و شما میدونیم چجوری احمد مغربی گرفتار شد، روسا هم میدونن. بعد در دادگاه صحبتایی شده بود که روسا به این نمیدونم یه عینک داده بودن که میشد از اینجا آینه داشته پشتشو ببینه، برای این یک چیزایی برای روسا میکرد. بهانه است. نخیر، این از اینا زیاد بودن، هزارها نفر مثل اینا رو اعدام شدن و رفتن. در خود اون کادر رهبری
زیاد این شخص آقای سعادتی زیاد با رهبریت خود به اصطلاح مجاهدین هم مجاهدین خلق هم زیاد با ایشون روابط خوب نبودیم، به یه طیف دیگه مربوط بود که یه گرایش کرنش نسبت به روسا داشت، ولی حکمش که مثلا به خاطر جاسوسی اینا خواستن اعدام کنن نه، بهانه ای بوده که اعدام کردن، از اینا زیاد بودن. سوال دیگر میگویند که چگونه ممکن است که آیت الله طالقانی در حالی که در حصر خانگی بوده است کنسول شوروی به دیدنش برود؟ حالا کنسول شوروی میتونه به دیدن هر کی در اون شرایط بره، برای که هنوز قدرت به اصطلاح قدرت هنوز انتقال نیافته بود و روسیه همسایه شمالی ما با 1500 کیلومتر امیدایی که برای آینده ایران داشت قدرت داشت که بره ببینه، ولی دیدن اون دلیل نیست. اگر اینا چیزی میخواستن از آیت الله طالقانی بپرسن اونقدر عوامل و اثر دارن که پیکو ببرن بیارن، پیامو ببرن بیارن یا تلفنی صحبت کنن. اینا اینی که بخوایم بگیم چون یه نفر رفته که مال دستگاه های اطلاعات جماهیر شوروی بوده رفته با آیت الله طالقانی صحبت کرده، پس آیت الله طالقانی هم اگه میخوایم اینجوری نتیجه بگیریم که مأمور روسا بود، خیر، من به نظرم چنین نیست. مرسی. سوال ها بعدش قرار بودش که در این جلسه ما راجع به جاسوسی و جاسوسه ها صحبت بکنیم و خیلی عمیق بریم، ولی از حضورتون میخوام خواهش بکنم به دلیل این جریانات اخیری که اتفاق افتاده مسائلی هستش که بد نیستش که بشکافیم و بفهمیم چجوریه که اصلا این سنت انتقام گرفتن خون کسی گرفتن آیا ریشه مذهبی داره؟ هم ریشه مذهبی داره هم سنتی داره. ریشه مذهبی شو الان خدمتتون عرض میکنم که همون سار و لاست و وراثت و ارث، یعنی ارث خون، یعنی خونی که ریخته میشه باید با خون دیگری پاک بشه. اما اگر به تاریخ حجاز برگردیم، به تاریخ عربستان امروزی که مثلا جزیره العرب گذشته باشه نگاه کنیم، اون موقع میبینیم که کشور برای قبیله هایی که در اونجا زندگی میکردن اهمیت چندانی نداشت، برعکس جاهای دیگه مرز مشخص کشور اونقدر براشون مهم نبود. قبیله هایی که اونجا زندگی میکردن اهمیتشون خود قبیله بود. چیزایی که براشون مهم بود، شمشی مهم بود، شتر مهم بود، چند تا مثلا بز و گوسفند و اینا که داشتن مهم بود، تعداد چادرهاشون مهم بود که هرچی چادر زیاد بشه قدرت قبیله بیشتره، و روح قبیله اهمیت خاصی داشت. این اهمیت روح قبیله رو بعداً ما در مذهب هم خواهیم دید، ولی الان یک مثال کوچیک بزنم بعد برمیگردیم. به اگر در فرض کنید از آل قریش یک نفر میومد و یک نفر رو از مثلا بنی هاشم میکشت، در اینجا نیاز به انتقام بود، انتقام خون بود، همین که الان فرمودین شما. در سنت میگفتن خون یک نفر از این قبیله ریخته شده، باید خون دیگری از قبیله دیگر ریخته بشه تا این مشکل حل بشه. اما لازم شخص مشخص نمیشد، مهم نیست، برای اینکه به اون فرد به عنوان بدن فیزیکی مهم نیست، بلکه روح اون قبیله مهم بوده. یعنی فرض کنید آل مکتوم، اون قبیله روح آل مکتوم مهمه، یا شیبانی ها مثلا روح گروه شیبانی مهمه. اینه که هر آن اگر مثلا یه نفر از یه چوپانی رو از آل شیبانی بکشن، بعد از دو سال برن یک پیرزنی هم از یک قبیله دیگه بکشن، خونش انتقام خون گرفته میشه. این فکر اونجا بود و این فکر رو ما بعدن در کتاب ها میبینیم. یعنی اگر ما به اصولا به ما میگیم مثلا چندین هزار پیامبر داریم دیگه، چرا این پیامبرها هستن به این تعداد زیادن؟ یکی یک کلام آورده، یکی جمله آورده، یکی دو جمله آورده، یه دم کتاب آوردن. این ستای آخری که کتاب آوردن تقریبا ساختار فکرشون یکی بوده. یعنی اگه نگاه میکنیم، حالا سوا این که اینا هر کدوم یک کتاب دارن، ما یک کتاب بزرگتری هم داریم به نام ام الکتاب که در بهش نگهداری میشه، حالا ایشالا من و شما یه روز اون کتاب خواهیم بود. که در اون کتاب میگن تمام این بخشایی که ما الان به نام تورات و انجیل و قرآن داریم، که Old Testament, New Testament and Final Testament، در بخشایی از اون کتاب بزرگ است. و در اون کتاب بزرگی همینا هست. اما شیعه زیاد این به این اصرار نداره، بلکه سنی ها به این اصرار دارن. اما در ساختار چارچوب اصلیشو میبینیم، بله، آدم و هوایی بودن، آدم و هوا فرزندان زیادی داشتن، اتفاقی یکشون هم سیاه پوست بوده که حالا جا شاید جالب باشه، ولی حابیل قابیل که صحبت اینا میشه، یک برادر میاد یک برادر دیگر رو
که یکی چوپان بوده و دیگری کشاورز بوده، یکی مثلا گلدار بوده، یکی مثلا کشاورز. یک برادر برادر دیگری که میکشه، اینا میرن پیش خدا و خدا از این میپرسه که خدا همه چی رو باید بدونه دیگه، میگه تو برادرتو از برادرت چه خبر که این میگه من نگهدار برادرم هستم. به انگلیسی میگه I'm my brother's keeper، این همیشه این اصطلاح هستش. در صورتی که وقتی که این انجام شده، این کشته، خدا اینو میبخشه، یعنی این مرگ اینو میگه شما یک نفر رو کشتین، گناه بزرگ کردین، گناه کبیره از کشتن دیگه، تازه دروغ گفتن و از رو چرا کشتین، برای اینکه حسادت کردین کشتین، ولی میبخشه و چون میبخشه موجه میشه، پس این نوع کشتن موجه میشه. حالا ما صحبت فعلا هابیل و قابیل میکنیم، و وقتی که موجه میشه دیگه قوانین کشوری و دادگاه ها و اینا کی هستن که نبخشن در آینده؟ وهابی ها اینجوری نگاه میکنن. اما برای اینکه اینو بیشتر قابل فهم بکنن، میگن هابیل و قابیل در واقع دو تا نیرو هستن، دو تا فرد نیستن، یکی ظالم و مظلومه. در واقع این ظالم و مظلومن که اگر یک نفر مظلوم به اصطلاح این کارو بکنه، یه ظالمو بکشه، به اصطلاح بخشیده میشه. بله، به این صورته. و اینو در ادیان دیگه هم میبینیم، در ما در مثلا در دین زرتشت به یک شکل دیگه میبینیم، انگرا ماینو و سپنتا ماینو، یا انگر مینو یا سپنتا مینو. حالا ما این ماینو شده مینو این واقع این در این هزار سال، ولی فکر مثلا خشن، فکر عصبانی، همون انگرا همون انگریه در سانسکریت. فکر عصبانی در مقابل فکری که آرامش داره، اینا با هم برخورد دارن و اینا با هم می جنگن تا یکی پیروز بشه، و امیدواریم که اون فکری که سپنتاست، سپنتا مینو، پیروز بشه. در ادیان جنوب شرق آسیا هم همین مسئله رو میبینیم، به صورت مثلا یین و یانگ میبینیم، در یک ماهی در همن، یکی سیاه یکی سفید، یکی تابستان یکی زمستان، یکی سرما یکی گرما. اما در گرما میبینیم اون ماهی سفید یه چشم سیاه داره و ماهی سفید هم یه چشم سیاه، یعنی در هیچ چیزی مطلق نیست. ولی این نیروها با هم در جنگن، ولی در کنار هم هستن، این بالانس دارن. وهابیا اینو به شکل خیلی روشن و مستقیم ور می‌دارن و میگن همینه، نیروهایی هستن که ما رو اومدن در یه جای دیگه کشتن. مثلا اگر یک اتفاقی در عراق رخ میده و نیروهای امریکایی یا انگلیسی یا هر کسی میاد یک کسی رو از امت وهابی میکشه، نیازی نیست همونجا با سرباز انگلیسی و امریکایی جنگید، باید با روح اینا که ظالمن در جای دیگه جنگید. و چون با روح ظالم می جنگن، حالا این ممکنه در خیابانهای پاریس باشه، ممکنه در لس آنجلس باشه، ممکنه 10 سال دیگه در یه جای دیگه باشه، و این جنگه. ما الان مثلا در بعضی از گوینده های تلویزیونی امریکایی که میان این مسئله رو میخوام بحث کنم، به این توجه نمی کنم، فقط میگن نخیر، به اینا قول دادن که اینا در آینده وقتی بمیرن شهر دور نمیدونم تفریحات از در بهشت اینا میرن. چنین نیست، اینا به این صورت مسئله رو نگاه نمی کنن. اینا انتقام خونه، اینا انتقام خون رو دارن میگیرن، اینا سار رو دارن میگیرن. مثلا وهابی ها این کار رو میکنن، سلفی ها این کار رو میکنن. و این باز برمیگرده به یک جای دیگه تاریخی که شما اگه تاریخ کشور خودمون هم نگاه کنیم، در دورانی که مغول به ایران حمله کرد، مغول ها این فکر رو داشتن که به هر کشوری که میخواستن حمله کنن مذهب اونجا رو قبول میکردن، یعنی اگه به روسیه که حمله کردن مسیحی شدن، به ایران که حمله کردن مسلمان شدن، چون میگفتن از راه مذهب خیلی راحت میتونیم بیاییم. و برعکس اونی که ما در دو قرن سکوت میخونیم، برعکس اون که آیت‌الله جوینی در کتابش میگه، مقاومت درست حسابی در مقابل عربان در مقابل مغول ها انجام ندادیم، بودن مقاومت هایی، ولی چنان که ما بخوایم شکوفا کنیم این جنگ ها رو، چنین نبوده. برای اینکه اینا میومدن گفت مسلمان مسلمان رو نمیکشه، میومدن جلو، وقتی شهر رو میگرفتن قانون یاسا رو به کار میبردن، قانون مغولی رو به کار میبردن، همینجوری رسیدن تا بغداد. ابن تیمه تنها کسی بود که بعد یه فیلسوف بود، یه دانشمند بود، یک محقق بود، بعدش هم شد یک نظامی، گفت که بابا اینا اصلا مسلمان نیستن، اگه مسلمان بودن قانون شریعه رو اجرا میکردن، اینا قانون شریعه رو اجرا نمیکنن، اینا قانون یاسا رو دارن، پس اینا تظاهر به اسلام میکنن. اینه که خودش از بغداد رفت به دمشق و چند سالی هم مقاومت اونجا ایجاد کرد تا با اینا جنگید. ولی منظور اینه که بگیم که این گروه به اصطلاح این افراطیونی که الان این کارا رو در پاریس و جاهای دیگه میکنن و امکانم داره در لس آنجلس هم انجام بدن،
یا همون جوری که چند سال پیش اومدن به ساختمان‌های دوقلو در نیویورک حمله کردن بر اساس اون فکره. حالا اگر بازم اگه بخوایم خیلی ساده ترش بکنیم، چون شما در هنر و صنعت سینما هستی، میخوام یک مثال سینمایی بزنم. در فیلمی که دیوید لین درست کارگردانی کرده بود، لورنس عربستان، بله. اگه به خاطرتون باشه چه هنرهای خوبی داشتن، الک گینس بود، عمر شریف بود، انتونی کوین، انتونی کوایل، جک هاپکینز. در یک جایی بنا شد که به رهبری ابو شریف که عمر شریف نقشش رو بازی میکرد اتفاقا، و ابو طیف که انتونی کوین بازی میکرد، و با مسئولیت لورانس عربستان به بندر عقبه حمله کنن. بندر عقبه در فیلم خیلی بزرگ کرده بودن مسئله رو، ولی چنین نبود. در فیلم هزارا سرباز عثمانی اونجا بودن که اینا از پشت به اونا حمله میکنن. بندر عقبه اجازه کوچیکی بود که 300 تا سرباز داشت، دو تا آشیانه مسلسل داشت و همون 300 تا سربازی، 400-500 تا سرباز هم در 450-450 کیلومتری اونجا بودن که به از اون جنگ نرسیدن. عربان 5000 نفر بودن. اما داستان اون نمیخوام بگم. یک شب قبل از اینکه به اونجا حمله کنن، یک نفر از آدمهای ابو شریف یه فردی رو از قبیله به اصطلاح آنتونی کوین، حالا تو فیلم که ابو طیب باشه، میکشه. بلافاصله این دو لشکر با هم که میرفتن با ترکا به جنگن، با عثمانی منظورم، جدا میشن و عمر شریف چیز لورنس عربستان به اصطلاح پیتر اوتول که پارسال بود فکر کنم مرد، میاد اونجا برای اینکه مسئله حل بشه. میگه چی شده؟ میگه ما انتقام خون میخواییم، خون ریخته شده و حالا اونم نکشیم، یکی رو باید بکشیم. برای اینکه مسئله حل بشه خودش اون شخصو میکشه که اتفاقا دوست خودش هم بود، یک بارم زندگیشو نجات داده بود در سفری، و باز مسئله حل شد. وقتی اینا رو کشتن، خون ریخته شد، اینا با هم دوست شدن، حمله کردن، عقبه رو گرفتن. منظور انتقام خون اینجا، و اینو ما فقط در وهابیا میبینیم و در سلفیا میبینیم. به طور کلی انسان‌ها خودشون رو و دیگران رو بی جهت نمی کشن. اول میرن به مشکلشون رو که پیدا میکنن، میرن در جامعه میگردن یه نهادی، یه تشکیلاتی پیدا کنن که با اونا در تماس بشن، مشکلشون رو با اونا در میان بذارن، بدونن آیا بسیار نهضتی، یه نهادی هست که مشکلشون رو حل کنه یا نه. وقتی که نمیتونن پیدا کنن، بعد یا میرن کنار یا دنبال کسانی میگردن که مثل خودشون پک میکنن. بعد آدم‌های حرفه‌ای اینا رو پیدا می‌کنن و میگن که ما به اصطلاح اون فکری که اتفاق دکتر شریعتی بیان می‌کنه در یک کتاب به نام سار، میگه ما یه حرکت داریم، یه نهضت داریم. حرکت کسی که میتونه دائم اعتراض کنه، برای اینکه دولت نیست. شما بیا به ما پیوند، ما دائم میتونیم شکایت کنیم. دولت وقتی مسئولیت ور می‌داره، نهضت وقتی تشکیل به نهضت میشه، حرکت محدود میشه کارش، نمیتونه دائم اعتراض بکنه، در نتیجه کارش نیمه کاره میمونه. اما اگه شما در جنب قسمت اعتراض باشین، دستتون بازتر، آزادتره. این چیزی که در ما همین حرکت میبینیم. برای همین هم ما میبینیم انقلاب ها وقتی که به پایان میرسن، یعنی حرکت انقلابی میشه به پایان میرسه، نهضت میشه، کارش تمومه. برای این بعد از 37 سال ما در ایران هنوز دادگاه های انقلاب داریم، چون انقلاب تموم نشده، چون اون حرکت هنوز ادامه داره. اگر اونجا وایسیم مشکلات ما پیش میاد. این خلاصش بود. باور و انتقام، این همین گفتی سینما، اتفاقا در دراما و سینما هم هستش تمام این ماجرا، سفید و سیاه، خوبی و بدی، بله. جنگ اهریمن و فرشته در تمام بیشتر فیلم های سینمایی که میبینیم یا دراماهای روی صحنه که میبینیم این مسئله است. چه تفاوتی بین وهابیت و شیعه است در این مورد؟ در این مورد شیعه، ببینید، ما در قرآن، البته من متخصص در قرآن نیستم، از اول بگم اگه دوستان شروع کنن اشکال گرفتن، نه بنده عربی بلدم نه، ولی 8 بار درباره تکلیف صحبت میکنه. مثلا در همین سوره بقره، اولین سوره بقره در آیه 286 یا 83 نمیدونم، صحبت تکلیف میکنه. تکلیف هم به دو صورت ارائه میده، و در اون هفت مثلا سوره دیگه هم به همین صورت، سوره انعام است و غیره اینا. اونجا میگن که ببینید، تکلیف یا شرعیه یا عقلیه. این چیزی که
وهابی‌ها اینو قبول نمی‌کنن. تکلیف شرعی روشنه. تکلیف شرعی یعنی چی؟ یعنی شما می‌دونین هرچی، البته با آخرت در نظر بگیرید برای تکلیف شرعی، نماز خوندن، نمی‌دونم مراعات خمس و زکات و مکه رفتن و حج رفتن و این چیزایی که میاد. شرایط عقلی، یعنی خداوندم به آدم این عقل رو داده که فکر کنه، اینو در نظر گرفتن این میگن خدا به حد کافی به انسان عقل میده که آدم تصمیم بگیره. اونی که در بعضی مواقع اون تکلیف عقلی هم نقشی داره، اگر مثلا در یک جایی مثلا شما ببینید، فرض کنید یه اتفاقی افتاده که مثلا تشنه است یه نفر ولی داره میمیره ولی روزه گرفته بهش آب بدین، اون دیگه عقل میگه با آب بدین آب داد. در مورد اینجور مسائل هم تکلیف براشون گاهی اوقات معین میکنن، منتها باید عقلانی باشه. یه مثال مثلا میخوام براتون بزنم که امروز یعنی دیروز اتفاق افتاد، روز یک شنبه قاضی که بنا بود به پرونده ایران در آرژانتین برای بمبگذاری اون مرکز یهودیان که 85 نفر یا نه 86 نفر فوت کرده بودن آخرین رأیشو بده، از خونه که میاد بیرون با ضرب یک گلوله کشته میشه. مشخصه که این کار حرفه‌ایه، اما این کار تکلیف بوده، چیزی نبوده که مثلا انتقام خونه یکی دیگه باشه. اینه که ما کمتر میبینیم، اگر اصلا ببینیم، که یک نفر شیعه بخواد مسلسل برداره بیفته تو خیابون این کارا رو بکنه. ولی انتقام خونه مثلا، بله، ما الان هر سال که پیش میاد داستان کربلا رو که نگاه میکنیم، همون سار دیگه، امام کشته شدن، امام حسین و امام حسن، اینا صحنه سازی شد، این اصلا همون خواستان ساره. منتها با مقایسه با دید دیگه یه که انتقام رو نمیگیرن در به صورتی که انتقام چیز میگیره سنی ها یا وهابی ها میگیرن. این تفاوت عمده در اینجا هستش که ما باید این حالا امتیاز چی به شیعه داد. پس کشتن یه سنت مذهبیه. ببینید کشتن باز یه دیدگاه دیگه داره. شما یک چیزایی که برای الان اگه یه نفر در خیابون یه نفر رو بکشه، میگیرن دستمند میزنن به عنوان قاتل میبرن. فرض کنید دو تا کشور دارن با هم دیگه میجنگن. این دو تا کشور دستگاه های قتاله دارن، یعنی ارتش دارن. کار ارتش به طور کلی چیه؟ کشتنه. وسیله کارش تفنگ، هواپیماست، توپ، تانک، هیچ وقت دیگه چیز دیگه نیست که. یعنی آدمای حرفه‌ای برای کشتن، منتها در چارچوب قانونی که کشور وضع میکنه. اگر در چارچوب قانونی که کشور وضع کرده شما بگین آدم بکشین، تازه مدال هم میگیرین، خونه هم میگیرین، جایزه هم میگیرین. در جنگ ایران و عراق که دیدیم یخچال و نمیدونم وسایل الکترونیکی هم هدیه میدادن. چرا؟ آدم کشتیم. ولی آدم کشتن خب به هر صورت گناهه، ولی وقتی که نیاز باشه این کار انجام میدن. حالا امتیازی که ارتش های بدون دولت دارن خیلی راحت تره کارشون. یعنی چی؟ مثلا الان ارتش های بدون دولت رو متوجه نمیشم. ارتش هایی که دولت ندارن، مثل ارتش همین داعش. ارتش حزب الله، ارتش بوکو حرام، ارتش نمیدونم سپتامبر سیاه که اون موقع یاسر عرفات اینا تشکیلاتشون بودن، یا حماس، ارتش حماس، اینا که دولت ندارن، اینا نهادی هن که تنها کارشون اینه که برن مخالفین رو بکشن. در این کل با اسرائیل جنگ دارن و در به طور کلی با اسرائیل، اما به طور خصوصی با کشورهایی هم که با اینا به اینا پول نمیدن، با اینا موافق نیستن، با اینا سر جنگ دارن. اینا مسئولیتی ندارن چون دولتی ندارن، کشتنشون راحت تره. اونایی که میرن بمبگذاری میکنن، خب از خودشون سوال میکنن یا با اینا میگن که آقا جان تمام دنیا داره این کارو میکنه، تمام دنیا دارن همدیگه رو میکشن. شما ببینید ارتش برای این کاره، وقتی که میبینید 60 میلیون 65 میلیون در جنگ جهانی کشته شد، اونایی که جنگو بردن مدال هم گرفتن، قهرمان ملی هم شدن، بعدش هم کتاب نوشتن و بعدش هم رئیس جمهور شدن، مثل آیزنهاور و غیره، یا استالین در اون قسمت دنیا. چرا؟ برای اینکه قانون بهشون اجازه میداد. ولی این چه قانونیه که از دید یک وهابی میگم، چه قانونیه که من که میخوام بکشم، من مسئولم، باید منو بکشن، ولی اونا که میرن با رسما کارشون کشتنه، به اصطلاح مورد عقل قرار میگیرن. این مسئله به اصطلاح برمیگرده به همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، مثل هابیل و داستان هابیل و قابیل. که من اصلا فکر نمی کردم که مسئله
این کشتارهایی که میشه و این انتقام گیری ها و کشتارهای دست جمعی در مورد داعش که دیگه اصلا این فاجعه که همه رو به مسلسل میبستن و میریختن تو رودخونه و اینا، اصلا اینها بن مذهبی داره از نظر انتقام. بله، ظالم و مظلوم میجنگن. اینا میگن که ما مظلومیم و داریم این ظالما رو میکشیم که بالاخره یا ما کشته میشیم یا اونا کشته میشیم. آخه عقل کجا میره؟ عقل نمیگه که این بچه‌هایی که دارن رد میشن اینا همشون مظلومن، اینا چه گناهی کردن که باید مسلمان؟ این تفاوت داره که خدمتتون عرض کردم. حالا در تایید، میدونید من اینجا بی‌طرف دارم صحبت میکنم، صد در صد در تایید و تکذیب این نیستم، ولی دیدگاه اینه. شیعه میگه شما یک تکلیف دارین که اون هشت باری که میگم، البته این آیه است در سوره اومده، بعد این آیه داره در این مورد، زیاد هم روش بحث نمی کنن. یعنی چون این خیلی حساسه، میشه از زوایای مختلف معانی مختلف میتونه بده، ولی میگن خب اونجا که ما عقل شهری داری، به اصطلاح عقل داری و وظیفه شهری داری، وظیفه شهری تو این نیست این کارو بکنی. ما یک مشکل دیگه هم این روزا داریم پیدا میکنیم در جهان، یعنی ما که یعنی اینا، و اون اینه که بعد از اینی که رژیم جمهوری اسلامی در لبنان شروع کرد کمک کردن به حزب الله با پولی که میفرستاد، حالا بین 100 تا 200 میلیون در دلار در سال بستگی داره، اینا از این پول استفاده میکردن، بسیاری از سنی ها رو با دادن ماهی 4-5 دلار شیعه کردن. در فکر اونا هنوز این مسئله پاک نشده. یعنی این مسئله تکلیف هنوز وارد نشده، اینایی که تازه شیعه شدن هنوز اینا بر به اصطلاح اساس و فکر و ساختار چارچوب همون سار هستن، وراثت انتقام خون. اینه که اگر یه دفعه ما دیدیم یه دفعه 4 تا شیعه این کارو کردن، باید بدونیم که اینا از اونها هستن که تازه دینشون رو عوض کردن. چطور میشه که یه آدمی باور خودش رو، مذهب خودش رو بفروشه یا بشه خریدش؟ خب این بازم اینا زوایای مختلف داره. شما ببینید در ژاپن وقتی 1000 سال جنگ داخلی بود تا پادشاهی ادو اومد، یعنی در 1886 که دیگه پادشاهی دوباره تشکیل شد، این کشور 1000 سال بود در جنگ داخلی بود. فرهنگ جنگ بود، داستان ها داستان جنگه، اشعارش داستان جنگه، مردم در یک جنگ داخلی به دنیا میدن، در همون جنگ داخلی میبرن. در اونجا ما یه دفعه میبینیم یه چیزی شکل میگیره به نام فکر سامورایی. در این فکر سامورایی یک هسته ایجاد میشه و این هسته ایجاد میشه که میگه برای من مردن و زندگی کردن باید یکسان باشه. در ادیان دیگر تا اونجایی که ممکنه مردن و فکر سعی میکنن در طول زندگی از فکر انسان دور کنن. وقتی که یک میمیره بعد گیره و زاری و اینا جای خود. ولی در فرهنگ ژاپنی زندگی و مرگ برابر هستی، یعنی اینا هستی. اینه که وقتی یه ماموریت میخواد اجرا کنه، اجرا میکنه. اگه نمیشد عمل سپوکو انجام میده، یعنی خود کشتن که ما در به اشتباه بهش میگیم هاراکیری در غرب، ولی این عمل سپوکوس که از کارد و تانتو میگن، داشنه تانتو رو میکنه در بنده سوم میکشه تا ناف و بالا میاره، بعد یه نفرم گردن اینو میزنه. یعنی مردن برای اینا برابر زندگی است. میگه هم وقت که زندگی ارزش داره برای من، مردن ارزش داره. برای اینکه من به وجود اومدم که بمیرم، من به وجود نیومدم که زندگی ابدی داشته باشم. زندگی ابدی وجود نداره، در هیچ جا وجود نداره. حتی قول و قراری هم که ادیان میدن درباره تخیلات زندگی ادیان اینه که اگر اون فرهنگ باشه، خب حالا اون کسی هم که میره 10 نفر رو میکشه به عنوان بمبگذار انتحاری، خودش همون فکر الان در سرشه که من الان بمیرم، 10 سال دیگه بمیرم، چه تفاوت داره؟ برای دیگران که من مردم ممکنه تفاوت داشته باشه، مثلا خواهرم و مادرم و اینا ناراحت باشن، ولی من کاری که مردم اینجا نیستم که بدونم چی شده. اینه که در بسیاری موارد این فکر وقتی زیاد فکر میکنن، اون لیوان پر خالی میشه، این فکر جایگزین میشه و این فکر جایگزین فکر خطرناکه. یعنی این یه ایدئولوژیه که باید با این ایدئولوژی رفتار کرد. نمیشه با اینا نشست و بحث و گفتگو دیالکتیک انجام داد. چون بحث نحوه صحبت، بحث کلام که ما در شیعه بیشتر داریم تا در سنت، برای اینکه میان میشنن صحبت میکنن، کلام نقش مهمی داره در گفتگو،
مطلب مثل دیالکتیکه. در وهابیت این نیست. وهابیت یکی میاد مطلبی رو میگه و همون تموم میشه. سید قطب 30 جلد کتاب تفسیر بر قرآن نوشته، ولی هیچ جا سوال نیست، همه تاکیده. همون که اخوان مسلمین، یکی از رهبران اخوان مسلمین که ناصر اعدام کرد، جمال عبدالله ناصر اعدام کرد، 30 جلد کتاب فقط در تایید آیات که با چجوری اجرا بشه. حالا بودن البته مثل کسانی که ابن خلدون که این مسئله رو باز کردن اینا، ولی اون برمیگرده به یک بحث دیگه که به بحث امروز راجب هرچی که این کشتن و مسائلی که داریم صحبت بکنیم بیشتر راجب اسلام بودش. آیا در دین مسیح و کلیمی هم همین ماجراها هست؟ بله طبیعی است، منتها زمانه فرق کرده. ببینید در وقتی که پروتستان ها شروع کردن اعتراض کردن به کاتولیکا، فقط بحث و گفتگو اینا منجر شد که در آلمان 500,000 نفر کشته شدن، که مثلا لوتر درست میگه یا مثلا کلیسای کاتولیک برای این جنگ کردن. منتها زمانه اونا زمانه گذشته بوده. ما باید ببینیم این دوره تحول و تکاملی که الان ما میبینیم در از 1600 سال به این ور 600 سال با مسیحیت فرق داره و خیلی 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 بیشتر با دوره تکامل یهودیت فرق داره، اون دوره رو گذرونده. و در ضمن گروهی که الان ما به نام یهودیت میشناسیم خیلی خیلی کوچکترن از نظر تعداد در دنیا تا اسلام تا مسیحیت. مسیحیت الان وارد یک مثلا فاز دیگه شده که مذهب رو داره کنار میذاره، اما با اینکه مذهب رو کنار میذاره مذهب حاکمه. رئیس کلیسای انگلستان ملکه انگلستانه، یعنی رهبر کلیسا ملکه انگلستانه، آرچبیشوف کنتربری وجود داره ولی رئیس اونه. در تمام موارد ما مذهب رو در کنار دولت میبینیم. اشتباه خواهد بود که مادگاهیات هموطنان عزیز ما این اشتباه میکنن که میگن دین باید از مذهب جدا بشه. این دین از مذهب جدا شدن نمیتونه باشه، تنها در کشور کمونیستی این کار انجام میشه. در اینجا رئیس جمهور میخواد قسم میخوره، به چی قسم میخوره؟ به قانون اساسی که قسم نمیخوره، دستشو میذاره روی انجیل قسم میخوره. یا نمیدونم در هر کشوری مذهب نقش مهمی داره. در شما الان میبینید تمام بحثایی که در کنگره امریکا میشه در بین سال اینه که آقا سخت جنین باید باشه یا نباید باشه. این که مسئله قانون نیست، این مسئله مذهبه. یا اگر همجنسگرایان باید عروسی کنن نکنن، این باز مذهبه. منتها مذهب از یک دریچه دیگه وارد شده، به این صورت جنگی نمیکنه که در میبینیم. منتها چون اسلام وقتی اومد سر کار، روشش اومدنش جلو اومدنش با پیام و کلام بود، اما با همراه زور شمشیر بود و کشوری که گرفت به این صورت بود. این خیلی واضحه، تا دیگه تکرار تاریخ نمیخوایم بکنیم. اما این 600 سال فاصله هست، شاید یک زمانی این مسئله هم حل بشه. در ضمن اینایی که این کارا رو انجام میدن از نظر تعداد خیلی کمن، خیلی کمن. و شما الان ببینید در دید اینا چیه؟ الان چرا منطقه به هم خورده؟ برای اینکه دید اینا میگه دید امته. در فکر امت مرز جغرافیایی وجود نداره در اسلام. هر جا که مسلمان هست باید قانون شرعیه باشه، چون مرزی وجود نداره. این قانون باید که اونجا باشه مشکل غربی این مسئله رو بفهمه، یا شرقی بیاد این مسئله رو توضیح بده. اینوک پاول یک بودن در انگلستان، کابینه مجلس عوام انگلستان برعکس کشورهای دیگه، وقتی که یکی بسر قدرته، مثلا حزب کارگر اگه بسر قدرت باشه، مقابلش حزب محافظه‌کار میشینه و وضعیت هایی که اینا به عنوان وزیر در آینده در خواهند داشت مشخصه. مثلا در امریکا اینجوری است، یه نفر میخواد رئیس جمهور بشه بعد وزراش انتخاب میکنه، ولی در انگلستان میگن چه کسی چه وضعی. در انگلستان در سال 1968 یک شخصی بود به نام اینوک پاول، نویسنده بود، خودش در دوران جنگ جنرال بود، مرد بسیار فهمیده هم بود، خیلی عاقلی بود. حالا یک پرانتز، پدرم من وقتی خواستم برم انگلستان با این آشنا بود، یک نامه داد که این گاردین من باشه، یعنی وقتی من میرم اونجا. منتها من از فرصت استفاده کردم، وقتی رفتم اونجا این نامه رو گفتم گم کردم و هیچ وقت پیش نرفتم که گاردین نداشته باشم. حالا این شخص یک نطقی میکنه در 1968 در برایتن، که این نطق به عنوان بزرگترین، مهمترین و معروفترین نطق تاریخ 100 سال اخیر انگلستانه، به نام رودخانه های خون، Rivers of Blood. این اون موقع زمانی بود که در انگلستان
از کشورهای افریقایی، کشورهای مشترک منافع انگلستان، مردم خیلی راحت می اومدن اونجا. این در این نطق میگه اولا من بگم من نجات پرست نیستم، ولی هر کشوری در دنیا یه چارچوبی داره و در این چارچوب زبان مهمه، فرهنگ مهمه و سنت مهمه. اگر بیگانگان به کشور ما میان خوش آمدن، اما باید هم به زبان ما احترام بذارن، هم به فرهنگ ما، هم به سنت ما. برای اینکه اینا از جاهایی میان که فرار میکنن از مشکلاتی که دارن، اگر بیان در کشور ما باید اونی که ما بهشون ارائه میدیم اونو قبول کنن. نمیتونن این مسئله رو ما تزریق کنن. اگر خواستن تزریق کنن قوانین خودشون و جامعه خودشون و لباس خودشون و پوشاکشون و زبونشون و خورد و خوراکشون رو با تزریق کنن، این تضاد ایجاد میشه. این تضادی است که الان در اروپا به وجود اومده و خیلی شدید هم دنبالش دارن میرن. و گفت در 1968 گفت 40 تا 50 سال میخواد تا این شکل بگیره، بعد از اونم 10 20 سال طول میکشه که در امریکا همین چیز بشه، و اون موقع است که رودخانه های خون راه خواهد افتاد. البته رودخانه های خون یه واژه است مجزا از انجیل برداشته بودیم. این یعنی برای غرب این دیدگاه وجود داشته.